شما و بونجور پاری. در این شهر هنر و زیبا دنبال ذراتی از خیام می‌گردید، متفکر و فرزانه پارسیگو که افکارش رو در مورد توجیه هستی و دنیا به صورت شعر درآورد. شاعری که صدها سال بعد زمان حکومت ناصرالدین شاه یا ملکه ویکتوریا در بریتانیا که 156 سال پیش میشه اشعارش به انگلیسی ترجمه شد توسط ادوارد فیتزجرالد، در زمانی که داروین تئوری تکاملش رو به دنیا معرفی کرد. در اون زمان اروپایی ها غرب نگاه خیام به هستی و آخرت و دنیا رو معادل دیدن، همسو دیدن با افکار مترقی روز، افکاری که به آینده نگاه می‌کنه. و به نام خیام، به یاد افکارش در شهر پاریس که شهر افکار مترقی بوده، کافه‌ای هست که دو هفته یه بار شب شعر و موسیقی داره به یادش و در اونجا هنرمندی مینوازه، هنرمند خیابانی به اسم بردیاد. بقیه هم ملحق میشن بهمون. هر جا بودی هر جایی، اسلام یهو ترسایی، یک روز فقط زرتشت و یک روز علت عرفانی، از خلق شکایت کردی، اظهار ندامت کردی، یک روز علی الله و از اتاییسم حمایت کردی، یک روز یک عطاب بستی جای مهرو پیشونی، بعدش حیریش گذاشتی فقط واسه نشونی، شدی حجی بزری طرفدار فلانی، با استکبار جنگیدی تو کاپشن امریکایی، یک روز تو زرد پوست شدی تبت شد مال بابات، یک روز آدولف هیتلر و آدم رفت لای باد، یک روز یک قطعات کردی شدی شرون تو تل آویف، مدام گفتی جنگ جنگ با هدف صلح آمیز. یک روز گنگستر شدی پاریس بروکسل بغداد، تا جایی که یادمه فقط هی جنگ رخ داد، زمین خلاصه شد تو ترور بمب و انتحار، یه بچه تو سوریه بیدار شد با انفجار، این همه کشت و کشتار واسه پول و خدا بود، جون رهبر و پرزیدنت یک ساخته جدا بود، جون ما شد پشکلا سرباز شدیم و مردیم، اونا هی پول شماردن ما کشته می شماردیم، این همه دین و مسلک سر شیطور و بوغ بود، کلاغ بی خونم دنیا پر از دروغ بود. بردیا از آلمان با ماشین، چون هممرز با فرانسه، اومده کافه خیام که هر دو هفته یه بار اینجا برگزار میشه، شب شعر و موسیقی هستش در اصل، از نوع خیامی، از نوع ایرانی. با ماشین اومدی یا با هاپو؟ البته که از رشت اومدیم، ولی آره دیگه الان دیگه ساکن تهرانه. اتفاقا تو این آهنگ خوندی خود لهجه رشتی شنیدم، درست میگم؟ یه امضامونه دیگه. آره خیلی جالب بود، درود به آدم. تو از یه نسل خاصی از هنرمندا هستی که توی چون که 7-8 سال گذشته خیلی رو اومدن در ایران. آره من توی خیابون تهران ساز می‌زدیم. و چه گروه‌های بزرگی اصلا تو خیابون، یعنی توی دنیا تقریباً کم نظیر میاد تو خیابون خیلی شلوغ تازه باب شده که بیان چند نفر از، ولی توی ایران اصلا انگار صحنه کنسرت‌ها شده پیاده روها. دقیقاً همینه، وقتی که شما مجوز بهتون سخت میدن، سالن نمیدن، بهتون اعتنایی نمیکنن، ناخواسته هنرمند وارد خیابون میشه. و خوبه جلوش اونجا نمیگیرن، یعنی تو زمانی میگرفتن در ایران، ولی الان کتکامونو خوردیم، ولی همین الانش هم اذیت میکنن، هر چند وقت یه باری اذیت میکنن، و اصلا یکی از اون دلایل این که من امروز اینجا هستم و دارم با شما صحبت میکنم مدیون اون اذیتای تو بس از ایران بیاین. آره دیگه، حالا آره دیگه. و چی شد که تو خیابون خود داستان اینا در سه جمله بگو، حالا چهار جمله. یه عمر چجوری تو چهار جمله بگم؟ ولی خب موسیقی خیابونی
حکم فرزند یتیم خانواده ادبی هنری ایرانه که از هیچ جنبه ای حمایت نمیشه. هر چی هستیم خودمونیم، خوب و بد خودمونیم. و تو خب سبک آهنگات انتقادی اجتماعی و تاریخی بود تا حدی اونی که شنیدیم و تو این سبک زیاد میخونی. من چیزی از خودم ننوشتم، من هر چیزی که در تهران دیدم، در ایران دیدم، اتفاق افتاد، مثل آینه فقط بازگو کردم، آقا اینجا این اتفاق افتاده، اینجا این کار دارین میکنی، آقا دارین ما رو به زور حرف تو دهنمون میذاری، ما این نیستیم. و اگه حالا انتقاده، اگه پیشنهاد، اگه خوبه، اگه بده، واقعیت های جامعه منیه که توش بزرگ شدم. حتی ابراز فقط. آره، ابراز کردن تمام اون وقایعی که اکثرا هم شوم و خیلی سیاه بود. ولی الان خب اومدی خارج، چند سال اومدی آلمان، شهر دوسلدورف که شهر مد و زادگاه موسیقی الکترونیکی دنیا بوده، دوسلدورف آلمان. من همچنان حس میکنم توی ایران هستم، ولی چرا دروغ بگم، آرامشی که توی آلمان دارم و اون احساس امنیت و آزادی رو که اینجا دارم به خیلی چیزا ترجیح میدم، چون کسی نیست که برچسب بذاره روی دهنم و بگه حرف نزن. تو البته انبوهی از آهنگهای مختلف داری و ضبطش هم داری میکنی در آلمان، بیشتر تو همون سبکی که شنیدیم، ابرازی اعتراضی، ولی یه آهنگ احساسی هم برام بخون. احساسی اتفاقا یه کاری دارم، ولی ناخواسته این زبون نیشدار من همه جا میچرخه. آره، خیلی عالی. بردیا این آهنگ اجرا میکنه برای ما در کافه خیام موقت، در زمین پیرنش هم دگمش این بغل میخواد. تعجب کردی کجاست؟ اینجاست. نگاه کنی، چون من اساسا بودم که داریم پوشیده. من بچه بودم اینو پوشیدم دیگه. پوشید پای بزرگ شد. این شما و این بردیا و آهنگ دخترک. دخترک تنت لطیفه، دخترک دستات ظریفه، دخترک لبات اناره، دخترک راهی نداره، رو تن شریف و شهوت تن تو بریز دوباره، رو تن سرد و حقیرم دستاتو بکش دوباره، دختر لطیف و نمناک، دختر ظریف و غمناک، دختر آینه و نور، دخترک گریه تن بور، دخترک منم حریصم واسه لمس تن اوریون، دخترک نوازشم کن تو با این چشمای گریون، ولی نه نوازشت نیست، چون میگن تنت گناه، آخه این تن حقیرم دنبال یه جون پناه، کاش میشد یه شب دوباره، شبی که شب غمی نیست، حسرت تنت نمیره، آخه این غم کمی نیست. بسیار عالی بردیا، خیلی ممنون بردیا جان. در رو ببندیم. این در اینجا خیلی داستان جالبی داره، چون این کلیدشه، بعد من یاد داریم میبندی اینم میذاری این تو، این دیگه قفل میشه. حالا نمیدونیم چه شانس ما. یاد بگم پس فردا خواستیم بیا اینجا در رو خودتون قفل کنی، این راهشه. برای ما این کلید رو برمیداریم میدیم به کلیدبان اینجا. خیلی ممنون از شما. مواظب این سگم باشین. اخ خورد تو سرش بدتر. خوب هستی؟ خورمای شما. شما آقای علن نقلی هستن که اینجا رو چند سال داری؟ دو ساله. الان دو ساله که هر دو هفته یه بار یه شنبه شب شعر و موسیقیه. جای خیلی عجیبیه، ولی کل چیزای مسیحی هست، چیزای کلیسا.
اینجا یه کلیسای قدیمی بوده که اواخر قرن 19 هم آتیش گرفته. بازسازیش کردن، چیزایی که مونده، ابزاری که توی کلیساست، پای نمازخونه هم داریم ما. جدی میگی؟ اونجا مونده هنوز داره. یه نمازخونه سنگی قدیمی قرن 19 هم خیلی جالبیه. عکسش اونجا هست. عکسش هست. حالا بریم خودمون ببینیم. و اینجا هم پوسترهای مختلف شبای شما هست که اینجا داشتی برگزار کرده. چند وقته اینجا؟ ما الان 54 تا برنامه اجرا کردیم و 8 تا کنسرت تو پاریس. که خب برنامه‌ای که کافه خیام همینجاست، شب شعر و کنسرت‌ها توی سالن‌های پاریس بزرگتر گرفته شما. یه مشتری هم داره میاد تو. اه رفت مشتریتون. می‌بینیم چه؟ بگم بیا. آره می‌تونی بگی. کامین. آره پوستر هست. اتفاقا گروه بمرانی هم مثل که شما کنسرت گذاشتن. آره بچه ایران کنسرتمون، بچه از ایران اومدن. شب شعر خیلی قراره بیان. آره امشب ما قراره سیم نامه های عاشقانه بخونیم، بچه که کافه خیام شعرهای خیام هم میخونیم به همراه بردیا که داره اونجا خنک میشه، باد بهش میخوره، حال میکنه. قبلش اون نماز خونه رو ببینیم بیاد خیام. پس اینجا دست مال خود شما نیست؟ نه اینجا یه دونه کافه اسوسییتیه، یعنی مال انجمنهایی که میتونن تو فرانسه کار کنن. آره ببین مال یه کلیسایی بوده، یک مال یه ارگان مسیحیه در واقع. مسیحیه که اینا مثلا خیریه میدن که شما میتونید استفاده کنید. کار جالبه. حتی رب داره به خودشون. کلتو بپا. آره سرتو دریام چون که اینجا خطرناکه. اوه اینجا زیر زمین زیره آپارتمانایی هم هست این بالا. آره فکر کن 200 سالن دیگه نه. آره اینجا قدر قدیمتر هم هست. بابا چه بوی نمی میاد، چه خنک این زیر، مثل یک قاره. آره قاره که با آدم الهام ممکنه بشه. پس اینجا یک نمازخونه و سومس کارای آره تن نمازخونه که از اون کلیسایی که بهت گفتم مونده. جالبه نگاهی بکنیم اینجا شما آره دیر جالبی بوده. اینجا یه دیری بوده برای خواهرایی که به فقرا کمک می‌کردن. بعد فقط راهبه‌ها در واقع اینجا زندگی می‌کردن اون زمان. توی همینجا یعنی توی کل ساختمان که الان وجود نداره و اینجا جایی بوده که توش دعا می‌خوندن. چرا جالب؟ و اونم علامت پی و اون علامت واتیکان، یعنی که اینجا متعلق بوده به کلیسایی که وابسته به واتیکان، در واقع کلیسای کاتولیک واتیکان. خیلی جالب. و شما هم یک سررشته داری از آره من مقدار علوم الهی. من فکر کنم شما کشیش بودی. نه کشیش نبودم ولی توی کلیسا کار می‌کردم. کلیسا تو کجا؟ کلیسا هم تو ایران هم اینجا توی فرانسه. آ شما از آشوریای ایران درسته. الان نیت برنامه فرهنگی، خب بدون شما وقتی همه مهاجر کم اومدن خارج، این برنامه فرهنگی این بغض و این امیدها رو نگه می‌داشت. نه حرفای هنری‌تر، ولی خب این 30 سال 40 سال که گذشت به تدریج دیگه شد به کنسرت‌های بزن و برقص. شما هنوز یادگار اون اولین مهاجرت اون حالت هنری هستی، درسته؟ شما نیتت چی بود از این برگزاری‌ها؟ ببین بساط من سال‌هاست که شعر خیلی دوست داشتم. تو ایرانم همینطور بود، یعنی حتی خب من گرافیک خوندم بعد طراحی میکردم. هم پوسترات معلومه. چیزای جالبش اینه که ما اینجا برنامه رو اجرا میکنیم، مردم هم با ما شرکت میکنن. حالا تو برنامه میبینی خیلی جالبه، یعنی مردم هم میان شعرها رو میخونن به فرانسوی، به فارسی، به عربی، به اسپانیایی، به انگلیسی و به همه زبان ها. اینجا آدمای زیادی بودن توی 50 خورده تا برنامه‌ای که داشتیم. از ایران هم حتی اومدن، مثل الان که بومرانی میاد، قبلا آذرخش اومده بود اینجا پیش ما که با یه دختر لهستانی خون که خیلی عالی بود. از ایران این اومده بود؟ آذرخش از ایران اومده بود، اون دختر لهستانی توی فرانسه بود و با هم دیگه کاریو فیل بدای اجرا کردن، خیلی هم جالب بود. اومدن. حالا محسن فاضلی اومده که تار میزنه اینجا توی پاریس که الان میبینید.
فانیل که گیتار خیلی جالب برای چی تمام ایرانی میزنه بیل لاکی رین این تار ها با آقای محسن فاضلی که از نوازندگان تار اینجا هستن و با ارکستر هم اجرا میکنید ما دیده بودیم شما رو پارسا خیلی ممنون اجرا کردین خیلی ممنون حتی آقای ایفانی قراره با یک خواننده ایرانی به اسم خانم هنگامه هم یانگی رو اجرا بکنم متشکرم شما وضع خوبه حالا شما ریش در آورده دفعه قبل تو بزرگتر شد بزرگتر ماشاءالله حجم نه خوشبختانه پس سن بیشتر شده بچه های بومرانه تا اینجا هستن که پوسترشون به دیواره و ویدیوهاشون هم که دیگه توی تلویزیون قوقا کرده بعد هم هنگامه برای ما اجرا میکنه از آلبوم وداعش که بدون ضرر زدن به محیط زیست بسیار زمین دوستانه در آلمان ضبط کرده و برای ما یه نمونهشو میخونه با گیتار اینجا ولی قبل از این ببینیم بومرانی در پاریس در کنسرتش چه کرد نمیدانم چرا ناگه نمودی مویت را کوتاه آی 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 زلف پریشان را زدامانت کردی جدا آی 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 فکر کردی به خاک پایت بیفتاد از شانه هایت آی 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 آمد باد بهار سرمست و بیقرار رقص آنگی سوی پریشانت بود گویی از لطافت باز و نشانه هم در زیر بارگی سود تو بود زیب بر و دوش تو بود آی 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 کوب دگران رنگ و بویش رقصه به بادار زویش آی 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 این حال من این روزه و این قصه ی جان سوزه و آی 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 آمد باد بهار سرمست و بیقرار رقص آنگی سوی پریشان گویی از لطافت آزر نشانه در زیر بارگی سو پروردگار مست که مست از شراب شد کار از همان دقیقه اول خراب شد آدم بیافرید که آدم بماند در این جهان آدم نشد که مایه رنج و عذاب شد بر وی خرد داد که داند خدای را که آفرید اول بلای خودش گشت خرد گفت خدای را که آفرید و از آن پس این سوال و هزاران سوال دیگر بی جواب شد بیانونو کافه خیام به کافه خیام خوش اومدید امروز با هنگامه عزیز شروع میکنیم گناه فروغ فرخزاد و بعد نامه های عاشقانه از ویکتور هوگو تا نادر ابراهیمی و هر چیزی که شما اگه آماده کرده باشید از شعرهای خودتون حتی
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده. ای به روی چشم من گسترده خویش، شادیم بخشیده از اندوه پیش. همچو بارانی که شوید جسر خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک. ای تپش های تن سوزان من، آتشی در سایه مشگان من. ای زگم دمزار ها سرشارتر، ای زدر این شاخه ها پربارتر. خانم هنگامه با چکر از شما ساز از ایشون که با هم تمرین هم نداشتین. نه دیگه همش بداهه با بشکم بریم و جوان کردیم. عده خانم هنگامه از خوانندگان پاریس هستن و آلبومی ضبط کردیم با یکی از آهنگسازان بزرگ ایران. شما کار جداگانه ضبط کردید، یعنی آهنگای شما رو ساختن. بله، من افتخار کار کردم با استاد فیدون شهبازیان داشتم که آهنگای طلایی خانم سیمین قانه گل گلدون من سیمین قانه تمام آهنگای طلاییشونه. بله، آوای تنهایی به الهه از ایشونه که ماندگاره. و چطور شما با ایشون آشنا شدید؟ یعنی آهنگ برشون درست کردن خیلی کارت بزرگیه. من آدم خیلی خوشتالهیم کلا. الان هم نیاد تا نیم ساعت قبل قرار نبود ما اینجا باشن. استخ بودن اومدن، استخ بودم گفتم پاشیم بیاییم اومدن. کلا خوشتالهیم، همینطوری پیش میاد چیزا. آقای فیدون شهبازیان هم اون مال خوشتاله من بود. خوشم من خوشم شما اینجا هستیم به من بخورین. خوششانسی شما. و آلبومتون رو ضبط کردیم با اینجا پاریس ضبط کردیم. یه کاری کردم با یه آهنگساز جوانتری بعدش به نام ودا، آلبوم ودای که برای پنجمین سالگرد فوت فروغ فرخزاد در ماه مارس روز زن در اومد. بله، هشت یعنی اسفند ماه بودش. بله، به نام پیمان خازنی که خب یه نسل جوان و درخشان این دوره هستن. آهنگسازتون آهنگساز آلبوم که اشعار زنانه است و واقعا برای به مناسبت در آوردیم. یکی از کارهای همین آلبوم وداعشون هم میتونیم ببینیم که ویدیوش هم بیرون اومده. ویدیوش هست برای توی میتونیم نشون بدیم. بله. بعدش هم برنگرد دوباره به کافه خیام. هم نفسه محرم آینه در آینه روبروی گریه توی خنده توی هوا تو ای همه تو درد توی دوا تو شور توی نغمه بی نوا بی تو به شب رسیدم چون شدم ما بی تو به لب رسیدم چون شدم ما با تو به دل نشستم یک سر از پیر تو دل بسستم آینه تو نظر تو خانه توی راه توی سفر تو. ما استارت آلبوممون رو با آقای شهبازیان زدیم که از خوشتالیه من. بعدش یه دفعه ایشون شدن رهبر ارکستر ملی ایران، یه ذره وقتشون کم شد. بله، پشیمون که نشدن. نه پشیمون نیستن. فکر کنم دوست داشتن این صدای. حالا بالاخره یه ذره متفاوته. خیلی خوشحالم که ما تونستیم شما رو به واسطه علن عزیز مرسی از علن که این کافه رو اینجوری راه انداختن. کار متفاوت جدیدی تو پاریس انجام داد. همه منتظرن که اشعارش نشون شروع کنه و خیلی متشکرم شما. قربان شما، مرسی از شما. قربان شما، مرسی. لب بر لب کوزه بردم از غایت آس تا زو طلبم واسطه عمر دراز. لب بر لب من نهاد و می گفت به راز می خور که بدین جهان نمی آیی باز. به کافه خیام خوش اومدید. حالا با دوست عزیزمون بردیا همه دنیا رو خبر
قیامت را برپا کن، سور اسراف فیل و بردار، مرده هارم نقش قبر کن. بگو عاشقت منم من تا چه آدم ها بدونن، تو بذار تموم مردا توی حسرتت بمونن، تا ابد بمون کنارم من خودم برات میمیرم، من خودم قد یه دنیا تو رو تو بغل میگیرم. لا 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 با تو من نخورده هستم. لا 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 لا. و این بود پایان برنامه موسیقی بی بی سی امروز. بعد شدم عکس یادگاری هم میگرم اونجا درسته در کافه خیام بود و بسیار دیدیم و شنیدیم. تا هفته بعد برنامه دارم.